مادمک فروشگاه اینترنتی بورد گیم ایرانی. با مادمک یاد بگیر، بخر، بازی کن. سلام، من امیر آینم. امروز میخوایم راجع به بازی تیکت تو راید دات آی آر ایران صحبت کنیم که یک نسخه دیگه از تیکت تو راید. بازی تیکت تو راید بازی 2 تا 5 نفر است. از اون دسته بازیایی که ما بهشون میگیم بازی گیتوی، یا بازیه که به آدمایی که تازه با بورد گیم آشنا میشن خیلی پیشنهاد میکنیم، مثل اسپلندورها و امثال هم که خیلی تا حالا راجبشون حرف زدیم. تیکت تو راید یکی از پرفروشترین و معروف ترین بازیهای این سبکه، به خاطر اینکه قوانین خیلی ساده ای داره، توسط کمپانی دیز آف واندر درست شده و سالهاست که جزو پرفروشترین بازیاست. قبلا راجع به یک نسخه دیگه‌ای که ایرانی شده یه تیکت تو راید بود صحبت کردیم، ویدیوش هست، لوکوموتیو. الان قرار راجع به این یکی نسخه صحبت کنیم، تیکت تو راید دات آی آر ایران. بریم ببینیم که این چجوریه، بعد حالا صحبت میکنیم راجع بهش که خوبه یا نه. تو بازی تیکت، بازی تیکت راید یه بازی مسیر سازیه. ما یه نقشه داریم که یه سری شهرها رو با یه سری خطوط رنگی به هم دیگه وصل کرده. تو این بازی قراره با استفاده از کارت‌های رنگی که به دست میاریم یه سری مسیر بسازیم و امتیاز بگیریم. ساختن مسیر رو توی نقشه بهمون یه سری امتیاز میده که با توجه به این جدولیه که اینجا نوشته و مهرهای امتیازمون هم این گوشه است. یه سری کارت مسیر هم اول بازی هر کسی داره که باز حالا در طی بازی هم طبق منطقه قرار به دست بیاریم و اگه بتونیم تا آخر بازی مثلا این دوتا شهر رو که اسمشون اینجا نوشته مثلا یاسوج به تبریز رو اگر برسونیم 8 امتیاز اضافه تر میگیریم. اگر من این کارت رو داشته باشم و این دوتا شهر رو نتونم به هم وصل کنم 8 امتیاز منفی میگیرم. تو بازی هر کسی 3 تا گزینه داره، یا مسیر میسازم، یعنی مثلا من این دوتا کارت مشکی رو میسوزونم و دوتا از واگن‌ها میذارم روی صفحه، به این میگن مسیر ساختن، یه مسیر مشکی رو میتونم بسازم، مسیر دوتایی ساختم پس با توجه به اون جدول 2 امتیاز میگیرم و میرم جلو. گزینه دیگه ای که دارم اینه که از کارت‌های رنگی که این وسط هست 2 تا کارت بردارم، مثلا این دوتا رو دوست دارم بردارم که جایگزین میشه جاش. گزینه سومی که دارم اینه که اگر بخوام باز هم کارت تیکت بردارم، که در این صورت 3 تا از این کارت‌ها میکشم و انتخاب میکنم که چند توشو میخوام نگه دارم. مثلا من میخوام این دوتا رو نگه دارم، اینو میذارم. با انجام دادن این 3 تا کار انقدر بازی میکنیم تا شرایط پایان بازی اتفاق بیفته که معمولا نزدیک شدن یه بازیکن به تموم کردن این واگن هاست. آخر بازی کارت تیکتمون رو میکنیم ببینیم چه امتیازهای مثبت و منفی میگیریم. دو تا موضوع رو اینجا متاسفانه باید بگم، یکی اینکه همه این ابزارالاتی که اینجا گذاشتیم مجبور بودیم بذاریم، وگرنه این صفحه وای نمی‌ساده. همین الان هم که گذاشتیم لزومن تا حدی مهار شده، یکم چموشه این صفحه، اگه می‌خواید ازش استفاده کنین باید یه سری وسایل روش حتما داشته باشین. و اینکه اینجا هم داریم که آرم دلفین هم روی صفحه است که امضای خوبیه دیز آف واندر. آره، خود دیز آف واندر روی صفحهش نمیزنه دیز آف واندر، صفحه یک بازیش. حالا دلفین خب، طراحی بازی. طراحی که تغییر کرده اینجا، یعنی جعبه طراحی شده، نقشه رو دوباره طراحی کردن، یه نقشه ایرانه که البته ما یه بار بازی کردیم، به نظرمون نیومد که مسیرها و اینا خیلی خارج از بالانس باشه، مشکل خاصی نداره. البته تیکت تو راید اصلی که نقشه آمریکاه، مسیرهای 6 تایی هم داره، این نقشه ایران مسیرهای 6 تایی نداره، ولی به نظر سعی سالم میومد، مشکل خاصی نداشت. اما شما اگر برید تو اینترنت و سرچ کنین ترین وکتور
و بعد یه سری تصویر براتون بیاد. یه سریش از پولیه که یه سری قطار قشنگه. یه سریش پولی نیست که قطاره یه کم کمتر قشنگ. حالا اگه اینو مثلا روی استیکر چاپ کنیم بزنید روی یخچالتون یا مثلا به عنوان یه کارت تولد به یه بچه‌ای بدین، خیلی هیچ رادی هم نداره، خیلی هم داره با سلیقه و با حالی است. ولی اگه اینا رو روی سری کارت چاپ کنیم بزنید توی جعبه‌ای و به عنوان یک محصول بخواید بفروشین، یکم اذیته. یعنی تصویرسازی اگر هم شده که من بعید میدونم، ولی اما اگر تصویرسازی شده مثلا برای کارت‌های قطارا که رنگ‌های مختلف دارن، واقعا تصویرسازیه که آدم وقتی نگاه میکنه احساس میکنه گوگل سرچه. یعنی در این حده، حتی اگه تصویرسازی شده نتیجهش مثل همه چیزی. دقیقا اگه بخوام بهتون بگم، این تصویرسازی جعبه که واقعا غیر جذابه و هیچ چیزی از بازی نمیرسونه، یه تصویر قشنگ نیست، لوگوی تیکت تو راید قلفتی دزدیده شده .ir و اصلا نه جذابیت بصری داره نه هیچی. روی کارتای قطار هم همین قطار است که بک‌گراند این آسمون تفاوت میکنه. مثلا کارت قطار آبی، آسمونش آبیه، اون یکی بنفشه، اون یکی فلان. این یه مشکل که اصلا از لحاظ جذابیت ظاهری هیچ چیزی به ما نمیده و اصلا یکم که باش بازی میکنی با یه حالت اکراهی اون آرنجی هرم برمیدارم من، اینجوریه. این یه موضوع. موضوع بعدی اینه که ما یه رنگ خاکستری تو بازی داریم. رنگ خاکستری اون رنگیه که هر کارتی میشه به جاش خرج کرد. مثلا این مسیر سه تای خاکستری، میتونم سه تا آبی بدم یا سه تا مشکی بدم یا سه تا سفید بدم. خاکستری که تو این بازی، تو نقشه بازی درست شده، خیلی نزدیک به مشکی و بنفش. یعنی همینجوری که نگاه میکنیم خیلی این ایراد ممکنه تو بازی پیش بیاد که من فکر کنم خب من اینجا رو میسازم سه تا مشکی میدم، ای بابا اون که خاکستری، نه این بنفشه، نه اون خاکستری، نه اون مشکی، نه این کارتات بنفشه، کارتات سیاه. یعنی رنگ ها چون تفکیک خیلی خوبی از هم دیگه ندارن، تجربه بازی رو یکم توش تاثیر میذاره و یکم اعصاب خردکن میشه قضیه. مثلا تو خود تیکت تو راید اصلی روی نقشه ها روی هر رنگی یک آیکون کوچولو هست. مثلا قرمز یه چیزی شبیه یه آتیش خیلی کوچولی، گلای کوچولی داره که یکی از کاربریهاش اینه که آدمهایی که کور رنگی دارن و نمیتونن یه سری رنگا رو از هم تمیز بدن، از روی اون آیکونا تشخیص بدن این قضیه رو. یکی دیگه اش هم اینه که چش آدم عادت میکنه که آقا اینی که این دایره رو داشت سیاهه بود. اینجا نه ما اون جذابیت ظاهریه رو داریم، نه راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. و این فقط در مورد کارتای رنگیه. کارتای مسیرا کارشو خوب انجام میده. قشنگی زشتیش یه چیزیه که شاید بگیم آخه سلیقه است فلان، ولی نه سلیقه نیست، قشنگ نیست. چرا قشنگ نیست؟ به خاطر اینکه یه سری المان‌ها تو این طراحی در کل قضیه دیده شده که یک ادبیات بصری مشخصی وجود نداره. یعنی ما کارت‌های رنگیمون این تصویر وکتور نقاشی مانند خیلی ابتدایی سرچ کردیم تو گوگل انگار پیدا کردیم، کارت‌های نقشه‌مون یه نقشه ایران قهوه‌ایه که بعد یه سری پین شبیه مثلا اسنپ و اینا مثلا روشه، بعد یه سری آیکون طراحی شده که امتیازا توشه، اون یه سری خطای مدرن داره و شبیه کارت ویزیتا و مثلا کاتالوگایی که مثلا خیلی مدمال یه شرکتیه که شرکت تجاریه. بعد رو نقشه رو نگاه میکنیم بک‌گراند نقشه قهوه‌ای و فاز نقشه است، بعد اون جایی که رنگ هیچی به هیچی نمیاد، یهو عکس مثلا شیراز یه ساختمونیه که عکس اون یکی مثلا اهواز یه ساختمونیه که وکتور نقاشی، هیچیش به هیچیش نمیخوره. باز اگه همه چی از همین وکتور سادهه بود و حتی همه رو اصلا دانلود کرده بودیم مجانی، ولی همش به هم میخورد وقتی پهن میکردی اجزا رو اینا کنار هم معنی میداد، خیلی قابل قبول تر بود. ولی نه، هر چیزیش یه جوری کار شده، انگار یه تیکیشو یه نفر کار کرده، یه تیکیشو یه نفر که اصلا کارش طراحی لوگو مثلا کارت ویزیته کار کرده، یه تیک دیگهشو کسی که مثلا طراحی بازی یکم بلده نقشه هر رو درست کرده مثلا تغییر داده، بعد یکی آدم‌های مختلفی بدون هماهنگی با هم تصمیماتی گرفتن که نتیجهش اینه که این یه آشیه که خوب نیست. یعنی آش خوشمزه ای نیست، آشیه که سری دریوری بریزیم توش، مثلا پیچ و مهره بریزیم، نمیخوره به هم. صبر کنین، یه موضوع دیگه هم هست. دفترچه قوانین این بازی که حالا یه جورایی به قضیه طراحی برمیگرده، طراحیش ایرادی داره، اونم اینکه هیچ عکسی نداره از
اینکه چجوری بازی رو بچینیم، ستاپ کنیم. یه عکسی داره ها، یه عکس از یه کارتی. ولی معمولا تو دفترچه قوانین یه عکس میذارن از بازی پهن شده که آقا سفر میذاری اینجا، کارت میذاری اینجا، میشه چی دا، ولی خب چرا نداره، داشته باشه، میتونست داشته باشه، یعنی کار رو راحت میکرد. خب آخه اگه آماده این، میریم سراغ کیفیت تولید. کیفیت تولید، از نقاط خوبش شروع کنیم، نقاط مثبتش. مهره های بازی خیلی آبرومنده. مهره های پلاستیکی قطاری که وجود داره شکلش کاملا برابر با شکل تیکتوراید اصلیه. جعبه اینسرت که نداریم، حتی جعبه همه چی توش جا میشه، ولی خب جعبه حالا جدا از این که قشنگ نیست، ولی یه جعبه عادیه، یعنی کیفیت بد نیست، معمولیه، چیز خاصی دندونگیری نیست، ولی چیز خیلی در داغونی هم نیست، یعنی نمیخوام بگم یک جعبه بد رو داریم. کیفیت تولیدی جعبه هم بد نیست. کارتا کیفیت چاپش بد نیست، مرتبه، بر میخوره، کاتاش مناسبه. البته خوب بود یه سایز استاندارد میزدن کارتا رو، یه چیزی بین سایز اروپایی و سایز آمریکاییه. سایز اروپایی کارتا خیلی کوچولویه که مثلا تو تیکت تو راید اصلی هم ما میبینیم. سایز آمریکایی بازیه که کارتا درشت‌تر داره. این یه چیز بینابینه، تأثیر خیلی خاصی نداره، ولی از یه جایی باید همه شروع کنن یه سری استانداردا رو رعایت کنن دیگه. یعنی اگه هر کی هر سایز دلش خواست بزنه، مثلا بعدها مفاهیمی داریم به اسم اسلیو و اینا که حالا آروم آروم باشون آشنا میشیم، اون موقع به درد سر میخوریم. یه دلیلی داره که در دنیا مثلا 15 تا سایز استاندارد وجود داره، آدم ها تو یکی از این سایزهای استاندارد کارت تولید میکنن. نقشه. این بازی 2 تا 5 نفر است، ولی حداقل باید 4 نفر باشین که بتونین بازی کنین، چون 4 تا گوشی داشته باشین که بذارین 4 طرف این نقشه که وایسته مثل بچه آدم، وگرنه وای نمیسته. یا مثلا 2 نفر هم میتونین بازی کنین، به شرط که یکیتون وکیل باشه، یکیتون مثلا املاکی باشه، که هر کدوم 2 تا گوشی دارین، 2 تا خط دارین که با این مثلا بیزنس میکنین، با این کار شخصیتون میکنین، که 2 تا گوشیاتون رو هر کدوم بزنین. گوشی اگه زنگ بزنه ورداری وسطش، یه ور قضیه ممکنه بلند شه، نصف نقشه بپره. چاپش واقعا غیر قابل قبوله. مشخصا کسی که این نقشه رو چاپ کرده به اندازه کافی اطلاعات کسب نکرده راجع به اینکه بورد گیم ها چجوری قرار ازشون استفاده بشه و فشارهایی که تو حالت مختلف به یک صفحه بازی که تا میشه میاد چجوریه، چون یه قاعده ای داره، این با کاتالوگ فرق میکنه، با مثلا جعبه فرق میکنه، یه قلقایی داره. و اینجا ما یک چیزی چاپ شده که تا میشه، ولی خب تا میشه آیا مثل بچه آدم تا شدهش تو جعبه وای میسه؟ نه، اینجا فنریه. آیا وقتی پهنش میکنیم میشینه روی میز؟ نمیشینه. آیا هیچ کدوم اون ویژگی هایی که یک صفحه بازی باید داشته باشه رو نداره؟ انقدر این قضیه زیاده توش و اون لایه‌ای که روی اون مقوا چسبیده که یکم کلوف باشه صفحه، یه جاهایش بلند شده، حباب داره، یه جا این شکلیه، مثلا یه همچی چیزایی توش به وجود میاد. یعنی اینجوری باشه خوبه، ولی اینجا یه پوست اضافه داره، انگار چاق بوده یهو لاغر شده، دیدین یهو چیز میندازه، اون شکلیه. انقدر این قضیه رو مخه و زشته و اصلا آدم دلش نمیاد که پهن کنه. این صفحه خیلی متاسفانه بد، حیف. مهره های خیلی خوب، صفحه خیلی بد. در آخر اینو بگم راجع به موضوع کپی، خیلی حرف زدیم، خیلی هم حرف داریم میزنیم، به زودی زیادتر، ولی اینجوری که داره پیش میره فکر کنم تازه ما همه یه تیکت تو راید های ایرانی که داره تولید میشه رو هنوز ریویو نکردیم، ولی میکنیم، همه رو میکنیم. ولی اینجوری که داره پیش میره یکم دیگه میتونیم مثلا تاپ 5 تیکت تو راید های کپی که داخل ایران تولید شده اصلا بدیم بیرون. یعنی از بین این همه تیکت تو رایدی که هست بگیم این بهتره، اون بدتره، اون فلان. و از یه جایی بعد دیگه چیز میشه، یعنی یه سری حرفا سر لوکوموتیو زدیم، یه سری حرفا سر این میزنیم، سری حرفا سر بعدیه میزنیم، یکی دو تا از اینا رو نمیفرستن برامون، هر چی میگیم آقا بفرستین یه نمونه، نمیفرستن که یه سری حرفا بزنیم. ولی بس دیگه، یکم حالا نمیدونم، شاید هم بس نیست، ولی تا وقتی بس نکنین ما هم ادامه میدیم. یا یه
تیکت تو راید خوب خواهیم داشت به صورت واحد که همه اون استفاده کنیم، یا هی تیکت تو راید مختلف رو امتحان میکنید و ما امتحان میکنیم و ما راجبش نظر میدیم تا بالاخره به یک تیکت تو راید اصلی برسیم. مثل علوم تجربی شده، انگار آدم یه موضوعی داریم، تیکت تو راید نیست، حالا یه سری دانشمند دارن راه حل های مختلف ارائه میکنن، ما هم تست میکنیم، نظر میدیم. انشالله یه روزی واسه این بیماری بی تیکت تو رایدی یه درمان اساسی پیدا شه که دیگه لازم نباشه انقدر مسکن و چیزای اینجوری مصرف کنیم، همه این بیماران رو از کف خیابون بتونیم جمع کنیم. فعلا.